درس دهم بابز ویزیت ویلیج مارکت. باب ملاقات میکنه با بازار دهاتشون. باب گوز تو دی ویلیج مارکت. باب میره به بازار دهاتشون. ا سوپر مارکت این تاون. یه سوپر مارکت در شهر. هی اس کارول دی اونر اف استور. اس کارول یکی از صاحبان یکی از دکان ها میپرسه if she would like to sell Susan scrumptious cookie. اگر بخواد که کلوچه های لذیذ سوزان رو بفروشه. کارول اگری موافقت میکنه but isn't able to tell Bob how much he will pay him. نمیتونه بگه که چقدر برای هر کلوچه پرداخت میکنه. Thank you for making time for me today, Carol. از اینکه برام وقت گذاشتی ممنونم, Carol. Don't mention it. قابل نداشت, Bob. What's up? چه خبر, چه کار داشتی؟ My wife baked these cookies from scratch. Please take one. خانومم این کلوچه ها رو با مواد اولیه از صفر درست کرده. Please take one. کیشو لطفا بخور. From scratch از صفر. چوی جویدنیه. These are out of this world. اینا خیلی خوشمزه. My wife great cook. خانومم آشپز خوبیه. You can say that again. موافقم باید. I don't want to make pig of myself but let me take a few more. نمیخوام زیاد روی کنم, زیاد بخورم, اما بذار چند تا بیشتر بردارم. اونیک just kidding. صدای خوک. اونیک شوخی کردم. I like to sell this at village market. میخوام که اینا رو بفروشم در بازار دهاتمون. My customer will go nuts over this. مشتریام دیوونه ای میشن, مشتاق هستن برای اینا. How much would you pay for each cookie? چقدر برای هر کلوچه میدی؟ I'm not sure. I need to roll up my sleeves and figure out the finance. مطمئن نیستم. باید شروع به آماده کار کردن باشم و قیمتاشو در بیارم. Figure out, یعنی گشت کردن, فهمیدن و حل کردن. Can you give me ballparks figure now? میتونی یه عدد تقریبی به هم بگی؟ I don't want to jump the gun. نمیخوام که خیلی زود عمل کنم. Sit tight for now. الو سلکن. And we will talk things over this evening. امشب در موردش صحبت میکنم. Ballpark figure and approximate number. یه شماره تقریبی. The auto mechanic didn't know exactly how much the repairs would cost, but he was able to give me a ballpark figure. مکانیک اتومبیل نمیتونست دقیقاً به من بگه که چقدر تعمیر ماشینم مصرفش میشه, اما یه قیمت تقریبی بهم داد. پس ballpark figure یعنی قیمت تقریبی, یه شماره تقریبی. Don't mention it. قابلش نیست. قابل نداره. You're welcome. Thanks for being for bringing the cookies. از اینکه کلوچه رو آوردی ممنونم. I said to Susan. سوزان گفتم. Don't mention it. She replied. گفت قابلی نداشت. To figure out. To solve. حل بکنی. Determine. معین بکنی. Ted could not figure out one of his math problems. So he asked his sister for help. تید نمیتونست یکی از مسئله ریاضیش رو حل کنه, بس خواهرش خواست کمکش کنه. From scratch, from the beginning, از اول, using all fresh ingredients rather than using proper mix. از مواد اولیه تازه استفاده کنه به جای اینکه از مواد آماده شده استفاده کردن. The house was in such a bad shape. اونه حالت خیلی بدی داشت. They decided to tear it down. تصمیم گرفتن خرابش کنن. And rebuild it from scratch. دوباره بسازنش از صفر یا از اول. To go nuts. یعنی دیوونه شدن. یعنی to react with great enthusiasm. واکنش نشون بدی با اشتیاق و شوق. When the Tiger Woods got a hole in one during the golf tournament, the crowd went نات. وقتی که تیم تایگر بود توپ رو در سلاخ گلف هرمونی از گلف انداخت, جمعیتی که تماشاچی بودن هیجان زده شدن و دیوونه شدن یعنی از شوق و هیجان. To jump the gun when I to start doing something. کاری رو شروع بکنه too soon, خیلی زود, or ahead of everybody else, زودتر از هر چیزی کار رو شروع کنه. Nicole really jumped the gun by writing her
acceptance speech before the result of the elections و نیکول شروع کرده بود به نوشتن سخنرانی قبولی سخنرانیش ببخشید شروع کرده به نوشتن سخنرانی پذیرشش به عنوان رئیس جمهور چیزی پیش از اینکه نتیجه انتخابات اعلان بشه از جامپ دگان یعنی پیش از اینکه خیلی زود کار رو شروع بکنیم Just getting شوخی کردم Talking more to get laugh than anything I was just kidding شوخی میکردم when I said your new orange dress makes your new orange dress makes you look like a pumpkin وقتی بهت گفتم که پیرن نارنجی رنگت تو رو مثل کدو نشون میده شوخی میکردم پامکین کدو میشه To make pick up oneself یعنی زیاد روی کردن زیاد خوردن پرخوری کردن To over eat پرخوری کردن To eat too much زیاد خوردن I made pick of myself خیلی پرخوری کردم by eating four slices of pie با خوردن 4 تا تیکه کیک پای To make time for یعنی وقت گذاشتن To put time in one schedule for something در برنامه کاریت کسی رو قرار بدیم که کار رو انجام بدیم Don is so busy lawyer Don وکیل خیلی مشغول هست but he always makes time for his family اما همیشه برای فامیلش وقت میذاره Out of this world یعنی خیلی خوشمزه To roll up one's sleeve یعنی که آماده میشه برای کار To prepare to work Let's roll up your sleeve مثل اینکه بگه آسانه تو بالا بزنم شروع کن به کار And finish making these cookies و تمام کن پختن این کلوچه ها رو To sit tight با حوصله صبر کردن To wait patiently Nicole won't hear back from the college She applied to until April For now she will just have to sit tight نیکول از دانشگاهش که درخواست کرده بود تا ماه آپریل هیچ چیزی خبر نشنید برای فعلا او باید صبور باشه و صبر کنه talk over this یعنی صحبت کنیم بحث کنیم در موردش what's up به معنی چه خبر what's going on what's new what's up I haven't spoken to you in a long time چه خبر خیلی وقت شده باهات صحبت نکردم You can say that again. I agree with you. یعنی باید موافق هستم. بله اینم اصطلاحات درس دهم بود. حتما تمرینش رو حل کنید و کتابش هم دانلود کنید. Speaking English like an American. صدای نیتیوش هم میتونید داشته باشید. حتما گوش کنید. موفق باشید.